گرفتند. امروز جا دارد که با افتخار نه تنها یاد دلاوران صدر مشروطه باشیم، بلکه نسبت به تمام مردان و زنانی که نزدیک یک قرن در راه آزادی این گنج خداداد از جان و مال و آزادی خود صرف نظر کردند تا ریشه این نهال آزادی هرگز خشک نشد. پس امروز سوگند یاد کنیم که همواره راه رادمردان کشور را در مد نظر داشته باشیم و از آن منحرف نشویم. اکنون که پس از مرگ خمینی و بسته شدن کارنامه سیاهش اطرافیان دستاربند او مشغول یک تئاتر تازه و برپایی یک نمایشنامه جدیدی هستند، شاید مفید باشد که به طور مختصر ترازنامه 10 سال حکومت نکبتبار آنها را به اطلاع مردم کشور برسانیم. نهضت مقاومت ملی با مطالعات جامع و به اتکای ارقام و آمار مشغول تهیه یک جزوه بسیار سودمندی است که در اختیار عموم گذارده خواهد شد. من امروز فهرستوار شمه‌ای از آنچه در دست تهیه است برای نشان دادن حاصل کار این یغماگران بی شرم و از خدا دور به اطلاع شما میرسانم. اگر بخواهم با یک جمله بیان مطلب را بکنم، باید بگویم که ظرف 10 سال حکومت ملایان کشور ما با تمام نابسامانی ها و کمبودهایی که داشت تبدیل به یک ویرانه حزن‌آور شده. بازسازی ایران در صورتی که تمام عوامل کار و طرح‌های مفید و بازگشت مغزها آماده باشد، به 25 سال تلاش و هزینه‌ای در حدود 500 میلیارد دلار احتیاج دارد. پس کار اصلی ما باید گفت در گرو همت جوانان کشور است و ما سال خوردگان فقط مقدمات کار و راهنمایی های اولیه را می توانیم تهیه کنیم. راجع به بیلان سیاه حکومت خمینی، همانطوری که گفتم ظرف 2-3 هفته آینده در اختیار عموم گذارده خواهد شد، ولی نمیتوانم به طور فهرستوار از چند نکته و از جاهایی که بسیار به نظر من حساس برای آبادی، نه تنها برای استقلال و موجودیت مملکت است، ارقامی در اختیارتون نگذارم. و اول از ارتش و قوای انتظامی شروع می کنم. نیروی زمینی ما در حدود 8 میلیارد دلار خسارت دیده باعث تجهیزات و وسائلی که داشته، و همین خسارات وارده در تلفات افسر و درجه‌دار در حدودی که بتوان حساب کرد و خواهم گفت چگونه حساب شده، در حدود 6.5 میلیارد دلار بوده است. به همین ترتیب نیروی هوایی
نیروی دریایی، ژاندارمری و شهربانی مجموعاً خسارات وارده به آنها 15 میلیارد دلار بوده و 31 میلیارد خسارت از بابت تلفات افسران و درجه داران بوده که به طریق زیر احتساب شده. برای یک افسر از ورود به دانشگاه نظام، یعنی به دانشکده افسری، تا درجه سپهبدی ما میانگین را سرهنگ دو قرار دادیم و برای هر سرهنگ دو در نیروهای زمینی، نیروهای هوایی و دریایی قیمت ها متفاوته. از همه گرانتر برای یک خلبان ورزیده نیروی هوایی است، البته که مجموع تلفات اونهایی که از دست دادیم، اونهایی که از کار افتادند، اونهایی که اعدام شدند، اونهایی که به اصطلاح پاکسازی شدند، در حدود 18 میلیارد دلار در نیروی هوایی و مجموع نیروی زمینی و هوایی و دریایی به 31 میلیارد دلار میرسه، به طوری که مجموع اون 15 میلیارد و این 31 میلیارد 47 میلیارد خسارات ماست از نقطه نظر خساراتی که ارتش و قوای انتظامی در این مدت 10 سال پیدا کردند. تمام احتساب ها و تمام نکاتی که لازمه به وسیله افسران با کمک داخل و خارج آماده است و در این بررسی که عرض کردم در اختیارتون گذارده خواهد شد، تمام این نکات را خواهید دید. ویلان بعدی، ویلان البته فرهنگ و آموزش و بهداشت است. در روستا کمبود معلم و در 4 نوبت درس دادن. در دانشگاه پس از گذراندن دیپلم درجا زدن و از نظر بهداشت و درمان امراضی مثل حصبه، سیاه سرفه، آبله و غیره که عملا از بین رفته بود به ایران هجوم بردند. پول و تورم، دولت میگوید قیمت دلار، همه میگویند 70 تومان است، در حقیقت 1200 تومان، ببخشید 120 تومان است. دادگستری و تورمی که دادگستری و قانون شکنی احتیاج به گفتن ندارد. اون چه که مسلم است، لغت قانون، مفهوم قانون، اصطلاح عدالت و دادگستری در ایران مطرح نیست، چون عدل الهی است و امام یا نایب امام در ایران و در ممالکی که خدای نخواسته شبیه به ایران می شوند، در اونجا و فقط در اونجا می توان گفت که قانون، قانون الهی است و قانون به مفهومی که ما داشتیم هرگز در ایران اعمال نمی شود. اما سازمان مملکت به طور کلی با جمعیتی که داره، سالی 2 میلیون نفر به جمعیت ایران افزوده میشه و این بدون احتساب افرادی که در جنگ از بین میروند یا تلفات دیگر، به طوری که اگر حسابی نشود و جلوگیری از ازدیاد جمعیت نشود و با این اقتصادی که الان بهش اشاره خواهم کرد، مملکت دارای یک وضع وحشتناک خواهد بود، در صورتی که بعد از 2 نسل با یک کنترل صحیح و منطقی میتوان جلو این ازدیاد جمعیت را گرفت.